گزارش ضرب و شتم میخوام. خیلی خوب، اگه لازم بود خودم برات مینوشتم. تو اینترنت دیده بودم، گفتم با شما مشورت کنم. تو اینترنت مقاله های زیادی هست، نمیشه خیلی بهشون اعتماد کرد. نگران نباشین. خیلی ممنون، خدا نگهدار. همه چیز درست میشه، خداحافظتون. بله جان، اومده بود اینجا. چی؟ اون احمق چند لحظه پیش اینجا بود، میگفت میخوام بچه رو بگیرم، میخوام شکایت کنم، یه مش مزخرف گفت و رفت. این حرفا رو کی بهش گفته؟ برای همینه که میگم با این آدم. صبر کن فاروق، آروم باش. امروز مادرت اومده بود، بهم گفت اگه به تفاهم نرسیدیم امیر رو ازت میگیریم. تو این مسئله طرف حساب تو مادر منه؟ چرا به من زنگ نزدی؟ مگه خودت هم همین امروز سعی نکردی غیر مستقیم همینو بگی؟ چی داری میگی بیگم؟ آخه من چرا باید همچین غلطی بکنم؟ چرا؟ چرا باید پسرمو از مادرش بگیرم؟ من کی همچین حرفی زدم؟ من همچین چیزی به تو گفتم؟ آخه جان کیه که بخواد از تو یا پسرم دفاع کنه؟ من بهش نگفتم این کارو بکنه. گوش کن بیگم، من هیچ وقت کاری رو نمیکنم که پسرم ناراحت بشه. اجازه نمیدم کسی همچین کاری بکنه. طرف حساب تو در رابطه با امیر منم. فهمیدی چی گفتم؟ اگه یه بار دیگه مادرم اومد سراغ تو، همون لحظه با من تماس میگیری. باید حقیقتو از زبون من بشنوی. بعد از اون همه اشتباه هنوز اینو نفهمیدی؟ دیگه مون کثافت نفرست سراغ من. خودم هم همچین حدسی میزدم، ولی بیشتر نگران شرایط سنی امیر بودم. میخواستم مطمئن بشم و بدونم میتونه مادرش رو انتخاب کنه یا نه. آره، البته اونم حق انتخاب داره، اما با این حال تا سن 18 سالگی این قانونه که برای اون بهترین راهکار انتخاب میکنه. امیدوارم مجبور نباشین همچین کاری بکنیم، ولی خیالم راحت شد. ازت ممنونم. خواهش میکنم. خب تو چی؟ حتما به خاطر آدم اومدی اینجا. آره، اون مسئله که گفتی حلش میکنیم و بعدا بهت میگم چی شد. اسما، این مسئله خیلی مهمه و این حرفایی که الان میخوام بهت بگم فقط باید بین خودمون دو نفر باقی بمونه، چون اگه اینا به گوش بچه ها برسه ممکنه نتونیم جلوشو بگیریم. اینجوری بیشتر نگران شدم. آدم داره سعی میکنه سهام شرکت رو خریداری کنه. مسلماً منم به عنوان وکیلش مجبور شدم ازش حمایت کنم، چون فکر میکنه اینجوری میتونه عضو هیئت مدیره بشه. ولی دیگه از این لحظه نمیخوام کمکش کنم، حتی میخوام جلوشو بگیرم که نتونه سهامو بخره. تو هم تو این آتیش هیزم ریختی دیگه. آره معلومه. اسما ببین، نمیخوام اینجوری با هم حرف بزنی. اگه بزنی پس باید وایسی و بخوری. اول تو خط رو نشون کشیدی، ولی نگاه کن، من کشیدم کنار، دیگه نیستم، بهت قول میدم. حالا دیگه چه فرقی میکنه ها؟ تو هنوزم وکیل اون آدمی. اگه بخوای همین امروز میذارم و میرم، ولی اون موقع دیگه نمیتونیم بفهمیم آدم میخواد چی کار کنه. هر اتفاقی هم که بیفته به شرافتم قسم میخورم که اجازه ندم تیری از طرف اون آدم به سمت تو و پسرات بیاد. تو هر کاری میخوای بکن، هر چقدر دلت میخواد منو عصبانی کن، میذارم از اینجا میرم. دیگم جلوی چشت ظاهر نمیشم، ولی اجازه نمیدم اتفاقی بیفته که ناراحت چی. اسما، تو وقتی عصبانی میشی حرفایی میزنی که مثل یه خنجر میخوره تو قلب آدم. ولی با این حال هر اتفاقی هم که افتاد نباید کاری بکنیم که آدم مشکوک شه. وقتی اون حرفا رو گفتم حتما متوجه شدی که هنوزم بهت اعتماد ندارم. ببین، هر دفعه باید تکرار کنم؟ بله، تا وقتی که تو بخوای اینجوری باشی، این اسما سلطان باشی، تا وقتی همون زنی نشی که اون شب اومد خونم و با هم حرف زد، بله متاسفم.
خیلی متاسفم. فعلا باید برای آدم یه راه جدید پیدا کنی. به نظرت اگه بهش بگم به یکی از برادراش نزدیک بشه پیشنهاد بدیه؟ حتی از همه عصبانی ترشون اینقدرام دیوونه نیست به خدا. آه حالا خیالم راحت شد، پس دیگه لازم نیست عذاب وجدان داشته باشم. ببین اسما، من کارتای خودم رو چیدم روی این میز. من به وکالتم ادامه میدم، سعی میکنم تمام حقشو بگیرم و این به این معنا نیست که به خاطر اون بخوام شما رو تحت فشار بذارم. موافقی دیگه نه؟ بهتره من دیگه برم. برای شب مهمون داریم، خبر که داری؟ آره آره دخترم گفت. حالا که نتونستیم بچه ها رو منصرف کنیم، پس چاره ای نداریم جز این که با هم دیگه کنار بیایم. دوست داشتم تو رو هم دعوت کنم، اما تو این شرایط میشه با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن، میدونی که. نه نه اتفاقا منم به خاطر شرایط فعلی قبول نمی کنم. اسما، تنها چیزی که نگرانم میکنه خوشبختی برجوه. فکر نکن چون پسرم این حرفو میزنم. عثمان بهترین پسر این دنیاست. تو دلش نگه میداره اما به طرف مقابلش نمیگه، نمیخواد ناراحتش کنه و کسی که اذیت میشه اون فقط پسر منه. منم دقیقاً برای همین از تو خواهش کردم. میبینمت. بذار برسونم. نه من با تاکسی میرم، مصطفی تو بازار میاد دنبالم. باشه، ولی یه قولی دادی ها یادت نره. قرار بود یه بار برات کباب مخصوص سراشپز درست کنم. امید دیدار برای اون روز. اسما سلطان. فعلا اجازه بدین شام امشب به خوبی بگذره، بعدش آقا قریب. اونجا چه خبره؟ عجب، اون آقای وکیل نیست؟ وای وای وای، اینا چه ربطی به هم دارن؟ عجب دنیایی شده. او داره میاد مصطفی. بدو بدو. به چه بویی میاد آبجی نورگل. به به نظیف. آبجی من که دست نزدم. آخه چجوری دو دقیقه یه شیرینه به این خوشمزگی درست میکنی؟ وای عزیز دلم. ها نظیف، برو به گلستان بگو بیاد از مهمونمون پذیرایی کنیم، زود باش دیگه دیر میشه. آره گلستان الان میاد پایین و پذیرایی میکنه. ایپک افراطی اونو برده پیش خودش، گلستان دیگه به این زودی نمیاد پایین. تازه گفتم بچهشو قبول کرده، گلستانم از اون حال هوا میاد بیرون. زهی خیال باطل. چه اشکالی داره اگه بچه رو ببینه؟ نمیبینی آبجی سریا چقدر ناراحته؟ چند دفعه باید بگم که عروس خانم صداش کن. باده ولش کن بابا، این دیوونه است. بی خیال. آبجی میخوای من ببرم؟ لازم نکرده، خودم میبرم، دستامو بشورم. به خدا میتونم. نظیف جلو چشمم نباش، برو. ولش کن بابا، این دیوونه است، دیوونه. باده. بی خیال. آبجی میخوای من ببرم؟ باده عزیزم تو برو به درست برس. آبجی تو خسته شدی، بقیهشو من انجام میدم، لطفا. ماشالله ماشالله، باده خانومو نگاه کن. ولی آبجی جون خدایی دم سرای خانوم گر، از یه بچه گربه یه شیر تحویلمون داده، خدایی دمش گر، واقعا هم دمش گر. من از همین الان بهت گفته باشم آبجی،
باد خانم ما دیگه شرمنده نمیشه. به خدا راست میگه. خب اونم حق به گردنش داره. اگه این دختر بیچاره دل شیر نداشت، عروس خانم که هیچ. اگه کل دنیام جمع میشدن این دختر نمیتونه سرشو بالا بگیره. اینم از من بشنو. نگاه کن، به نظرم مشکل اصلی همینجاست. باید اول اینو حلش کنیم. فکر کنم همینه. بفرمایید. ببینم نه. ببخشید اگه مزاحمتون شدم، یکم طول کشید. ولی آبجی نورگل براتون شیرینی تازه درست کرده. انقدر مشغول درس خوندن بودیم که متوجه نشدیم. شما زحمت نکشین، من انجام میدم. وای چه بوی خوبی داره. انگار گرسنه‌مون بود، مگه نه مراد؟ نه آره. توش پرتقال داره؟ بله. اگه خواستین بگین دوباره بیارم نوش جونتون. خب دیگه اینم از حل این مسئله، داره تموم میشه. اینو میگم حلش کن مراد، حلش کن. ببخشید. باشه بیا تو. روز سرم خیلی درد میکنه، یه قرص مسکن بهم میدی؟ سرایا؟ اومدم حرف بزنیم، گفتم شاید آرومتر شده باشی، نمیخواستم تو خونه حرف بزنی. خیلی خوب شد که اومدی. سر درد میکنه. خیلی خوب، پاشو بریم بیرون حرف بزنیم، هوای بیرون بهتره. موافقی بریم پاتوق خودمون؟ هم صحبت بکنیم هم میتونیم یه چیزی بخوریم. ها نه اونجا نمیشه، چون امروز قراره دوست دختر عثمان بیاد، روز سختیه. اوف اونم هست. خب بگو چی شده؟ بازم با بیگم بحث کردی؟ نه، اون جان بیشرف اومده بود. جان کجا اومده بود؟ اینجا. گفتی اینجا؟ برای چی؟ برای اینکه داد و بیداد را بندازه و بی‌ادبی کنه. از اول برام تعریف کن ببینم. تو را برات تعریف کنم. ببین، چون نمیخوام چیزی را ازت پنهون کنم میگم، وگرنه اصلا حوصله ندارم در مورد اون آدم حرف بزنم. راستی تا یادم نرفته بگم، امیر فردا از طرف مدرسه میره اردو، چون اون یهو گفت بدون مشورت با تو مجبور شدم قبول کنم. نمیخواستم دلش بشکنه، میفهمی؟ میخواستم بدون اینکه فردا صبح زود ما میریم اردو. منظورت از ما؟ اگه قرار بود بیگم بیاد به این راحتی ها نمیگفتم. اونقدر دیگه دل و جرات ندارم. البته اونم میخواسته بره، ولی ظاهراً شیفت داره، برای همینم من باش میرم. چه بهتر؟ خب کار خوبی میکنی که میری. تو و امیرم یا با هوایی عوض میکنین، شاید اینجوری خشم تو هم فروکش کنه. میخوای با خاله بفرستمتون برید جنگل؟ جدی میگم، حالا هوای تو هم هست. نه راستش کلی کار دارم، باید اونو رو انجام بدم. این روزا درست حسابی نرفتم سر کار، باید فردا برم آموزشگاه. باشه پس بریم. بریم. میشه ماجرای جانو تعریف کنی؟ میترسم بازم یادت بره. تو رو خدا ولش کن سرایا، اصلا حوصله‌اشو ندارم. خواهش میکنم بذار واسه بعد. خیلی خوب باشه. دلارا خانم، این که گذشته مثل سایه دنبالمون باشه، نخواهیم باهاش مواجه بشیم، برای همه ما سخته. همسر شما نیاز به زمان داره و باید بهش فرصت بدین. اگه دوست دارین بهش کمک کنین، میتونم بهتون راهکارهایی رو پیشنهاد بدم. بهتره خیلی تحت فشار نباشه. اجازه بدین هر وقت دلش میخواد هر چقدرشو که دوست داره تعریف کنه. نباید ازش انتظار معجزه داشته باشیم، در اون صورت ممکنه به ضررش باشه. اگه تو این مدت هم نیاز به کمک من داشتین، هر وقت دلتون خواست میتونین با من تماس بگیرین. خیالتون راحت باشه. رفتم. میدونم
این کار خیلی سختیه. میتونی کنارم باشی؟ ممکنه بدون تو نتونم ادامه بدم. حالا دیگه گزارش کارم رو دادم، میتونم برم؟ آقا غریب منتظرم. برم میدونی که وکیل از بدقولی خوشش نمیاد، اگه خوردم عصبیه. خب معلومه آدم عصبی وکیلش هم عصبی میشه. میای خونه؟ میا. باده، چرا تو آوردی؟ چون کارمه. اگه ناراحت شدی معذرت میخوام، ما نتونستیم درسمون رو تموم کنیم واسه همین اومدیم. مراد، تو مجبور نیستی واسه من توضیح بدی. من خدمتکار این خونم. دیروز من حدمو به تو نشون دادم، امروزم نوبت توه. به نظرم کار درستی کردم. خب دیگه من برم کارم رو انجام بدم. باده، الان داری به من کنایه میزنی ها؟ این چه حرفیه؟ من همچین منظوری نداشتم. باده منم منظوری ندارم. بهت میگم عمدی نبود، ولی توی یه چیز دیگه میگی. باده، خودت گفتی که راهتو انتخاب کن، ولی من مطمئنم که تو هم دقیقاً مثل من همین. اشتباه میکنی، بهترین کار همینه. راه برگشتی هم نداری. همش حرف 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 حرف. خودت گفتی میتونم همه رو بخرم، مگه نه؟ پس چرا الان داری میگی نشد ها؟ فکر نمی کردم سرمایه گذار اینقدر سریع عمل کنه. تو هم که پول نقد نداشتی، خودت هم میدونی از الان باید بعد از اینی در کار نیست.
میشه به اعصابت مسلط باشی؟ نه خیر، نمیتونم. مدلم همینطوریه. من اگه نتونم تو اون جلسه های هیئت مدیره تو چشمای فاروق نگاه کنم و بخندم، باید برم بمیرم. چرا همه چیز برعکس میشه؟ چرا هیچ چیز سر جای خودش نیست؟ همیشه یه راه دومی هم هست. اگه تو بتونی به یکی از برادران نزدیک بشی، میتونی وارد هیئت مدیره بشی. میتونی این کارو بکنی؟ آدم، میشنوی چی میگم؟ آدم، ساکت شو بچه. ساکت شو بچه، خفه شو، مگه نمیذارم تو. خفه شو بچه. آدم، میشنوی چی میگم؟ آدم، حواست هست؟ آدم، صدای منو میشنوی؟ خب آره، داشتم به حرفات فکر میکردم. دارم فکر میکنم. میتونی این کارو بکنی؟ مثلا فکرت به نظرت قبول میکنه؟ باید امتحان کرد. اوه داداش، بودو چی شده؟ بودو بیا چی شده حالا؟ ببین، شوخی میکنی جسر؟ آره، باورم نمیشه. آره اسما، بیا عروس تو ببین. داداشم تیرک بونده، نمیدونم. آه زشته، برو ببین عروس تو. چی کار میکنی؟ اومده برو. خوش اومدین. سلام. داداش کجا بودین؟ مردیم از نگرانی. بابا حرفشو جدی نگیر، خودش که اصلا خونه نیست. من و داداشم خیلی با هم شوخی داریم. مجددا خوش اومدین. ممنون. مرسی. آفرین. خفشو. بله. خوش اومدین. خوش اومدین. من فکرتم. بارجون. خیلی خوشبختم. بله منم همینطور. آره. داداش فرمون خونه نیستم؟ آروم باش میان. باش. آها، خب انگار به موقع رسیدیم. سلام داداش، خوبی؟ خوش اومدی. سلام. خوش اومدی برجو. سلام. میتونم برجو صدات کنم؟ البته، لطفاً راحت باشی. سرعی. آره، سلام، خوش اومدی. خیلی دوست داشتم ببینم ایت. منم همینطور. عثمان خیلی از شما تعریف میکرد. آره دیگه، موسیقی و از این کار. خیلی خوب بچه ها، دیگه کم کم بریم سر میز شام. ببخشین یه لحظه، این قابل شما رو نداره. آه واقعا ممنونم. خیلی با ارزش نیست، ولی امیدوارم خوشتون بیاد. همین که به فکرمون بودین برامون کافیه. واقعا ممنونم. آه زکی مرام. پدرم میگفت قدیما خیلی موزیکاشو گوش میدادی. نمیدونم هنوز خوشتون میاد یا نه. آره خب البته اون زمان ها اینا خیلی طرفدار داشتن. پدرتم احتمالا از همون موقع ها یادش مونده. خیلی خوشم اومد، واقعا ازت ممنونم. الان دیگه تو خونه ما آهنگای دیگه پخش میشه، اونام جذابن. خب بریم سر میز. بریم. بفرمایی. بله. مامان میگم یه شب یه کنسرت خونگی بذاریم. عثمان تو بشین اینجا، من میرم اون بر. برجو تو بشین اینجا دخترم. بفرمایی. ممنونم.
بهت افتخار میکنم. بله نورگل، میتونی پذیرایی رو شروع کنی. شب بخیر. اوه سلام، خوش اومدی ایپک جون. سلام، خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون. ایپک هستم، خیلی خوشحال شدم. خیلی خوشحال. منم همینطور. ببخشید به زور تونستم ادا رو بخوابونه، ولی دوست داشتم کنارتون باشم. کار خوبی کردی عزیزم، یه بشین. پسرم اگه دوست نداری خوراک گوشتم هست. نه نمیخوام، ممنونم. میخوای برات دلمه بذارم؟ ممنون نمیخوام. چی شده پسرم؟ ها؟ مریض شدی؟ نه حالم خوبه. من میرم بخوابم. شما بخورین نوش جونتون. چش شده؟ بازم اعصابشو خرد کردی؟ آره من نباید شوهرتو اینقدر اذیت کنی، نباید به خاطر هر چیز کوچیکی سرش غر بزنی. باید کتک بخورم و سکوت کنم. فقط همون یه بار بود پسرم خیلی عصبانی شده بود، از کاری هم که کرد پشیمون شد و گفت دیگه تکرار نمی کنه. تو هم یکم به حرف من گوش کن، اینقدر زبون دراز نباش، اگه اینقدر غر نزنی کتکم نمیخوری دلارا. لطفاً بفهم پسر من خیلی خوش قلبه. ریحان خانم این کارا واسه یه بار دوبار نیست. من چون خوش قلبی آدم رو دیدم الان کنارشم، ولی نباید تکرار بشه. اگه با این همه تجربه لطف کنین و تو زندگی من دخالت نکنین خیلی خوشحال میشم. نوش جونتون. بلای جون بازم نیششو زد. تصورشو بکن ما از 3 سالی که با هم دیگه ایم. آره راست میگه، من از 6 ماهگی عاشق ایپه شده. در این هم یعنی همتون با هم بزرگ شدید. آره دقیقا، فکر کنم طولانی ترین رکورد دوستی رو ما زدیم. بله و سعی نکن با ما رقابت کنی چون حتما میبازی، ولی اگه بخوای فکر کنم بتونی رکورد فاروق و سریا رو بزنی چون مال اونا فقط 3 روزه. آه چه جالب. ولی واقعا رکورد اونام تحسین برانگیزه. آره خب چجوری با هم آشنا شدی؟ والا خب یه جایی که بذار من بهشون بگم. بفرمایی. داداش خانم ها مقدم ترن یکم. یه بار عثمان اومده بود شرکت ما. آره همون روزی که فهمیدم وکیل آدم آقا غریبه. آها که اینطور پس مامانم شریک جرمه، تنها نبوده. عجبو. زندگی همینه. یه جایی خوندم که میگن زندگی مثل یه گردان میمونه و ما از اون فرمان میگیریم. خب جناب شهاب‌الدین. آره خودشه. هی میگم شه داشت. خلاصه که اونجا با دخترمو میخورن به هم، بعد موبایلشون جا به جا میشه. داداش ما رو باش، اینا رو اصلا به ما نگفته بود هیچ.
اون که هیچی رو نمیگه، همیشه تو دلش نگه میداره. خب با دخترموت برخورد کرد و موبایلشون جابجا شد. بعد دخترموم چون کار داشت نتونست بره، بعد از من خواست که من موبایلو براش بدم. بس همون جا بود که داداش ما یهو عاشق شد، اونم یه دل نه صده. عثمان از تو انتظار نداشتم عثمان، زشته به خدا. نه بابا اونجا میدونی ما نه اونجا فقط دو دقیقه با هم حرف زدیم. بعد دوباره من و پدرم برای کار اومده بودیم بورسا. من تو کتاب فروشی داشتم کتاب رو نگاه میکردم که یهو دیدم عثمان اونجاست. چه با مزه. اسم یک کتاب رو من بهش گفتم. به کی؟ به برجو. خیلی اونجوری بگم که کتاب مسبب آشناییمون شد. بچه ها یه چیزی بگم، اولین باره که میبینم کتاب خوندن اینقدر میتونه مفید باشه، واقعا ببخشید ولی خب. فکر کنم داشتی یاشار کمالو میخوندی. نه داشتم برای یکی یاشار کمالو میخریدم. برای کی؟ برای یکی که نمیتونست بخره دیگه، حالا چه فرقی میکنه دیگه، این همه سال یاشار کمالو خوندم. بله. تو یاشار کمالو دوست داری؟ آره. محمد کوچولو، خاکهای متبرک، واقعا این آثار فوق‌العاده. البته اون دومیه کتاب اورهان کماله، ولی خب میدونم عزیزم، همینطوری داشتم مثال میزدم. دیگه برای دومین بار که همدیگر رو دیدیم بابا آشناییمون پیش اومد. اینا همش کار تقدیره. بله درسته. خیلی خوشحالیم. البته عثمان یکم کم حرفه، ولی من به جای اون حرف میزنم. کی؟ عثمان؟ اون کم حرفه؟ فعلا اولش عزیزم. خب سر شوخی رو باز کردیم. فکر بل کن تو رو خدا. فاروق چی شده؟ چی شده فاروق؟ شب بخیر جناب سروان. سلام آقا فاروق. خیره؟ معذرت میخوام که این وقت شب مزاحم شدم. ازتون شکایت شده، باید به چند تا سوالمون جواب بدید. کی شکایت کرده؟ یه نفر گفته که شما کتکش زدین. گزارش پزشک قانونی هم گرفتن، ایشون وکیلم هستن. الان ما تو خونه مهمون داریم، نمیخوام نگرانشون کنم. ایرادی نداره اگه فردا صبح بیام؟ باشه باشه، مشکلی نیست، ولی چون ایشون وکیلن گفتم شاید تو درد سر بیفتیم و مشکل درست کنه. به خاطر همین گفتم بهتره از راه قانونی وارد بشیم. لطفاً با ما بیاین آقا. باشه باشه، متوجه شدم. پس اجازه بدین به منزل اطلاع بدم، بعد همراه شما میام. خیلی ممنون. خیلی ممنونم. فاروق میشه بگی چه خبره؟ بذار اول پلیس بازجویی کنه، بعد تو بازجویی کن. باشه، پس من اباهات میام. یعنی چی آخه ها؟ عزیزم بقیه نگران میشن، لطفاً تو برو تو. برجو اینجاست، نمیخوام عثمان ناراحت بشه. پس بذار یه چیزی رو بپرسم. تو اصلا همچین چیزی رو به من نگفتی، فقط گفتی اومده شرکت، نگفتی گرفتیش به باده کتک. عزیزم پلیس ها منتظر منن، بذار برگردم با هم صحبت میکنیم. باشه. الهی بابا قربونت بره. نه صداش خب میاد. خب زنده داشت، ببخشید برجا. داری جدی میگی؟ تو کتاب فروشی چی شد بالاخره؟ تو آخرشو نگفتیم. متاسفانه من باید برم، یک کار مهم پیش اومده. کجا داداش؟ مربوط به کار، چیز مهمی نیست، خیلی زود تموم میشه، برمیگردم. و واقعا معذرت میخوام برجا. خواهش میکنه عزیزم، فعلا خداحافظ. خداحافظ عزیزم. کجا رفت با این عجله؟ کار داشت. بابای منم همینطوری یه هویی میره دنبال کارش. مردای کاری همیشه دنبال کارم. راز میگی، منم این اواخر عادت کردم. از وقتی که عدا به دنیا اومده دو سه بار بیشتر فکرتو ندیدم. این روزا خیلی شیفته یه کارش شده. تیر آخر. مامان امیر چطوره؟ خوبه خدا رو شکر. امیر؟ پسر فاروقه. ببینم تو امیر رو میبینی؟ من خیلی وقت از ماجرا دور مونده. آره عزیزم اتفاقا دیدمش. چه خوب، واقعا خوشحالم که خوشحال شدی. به نظر من سریا برای امیر یه شانسه، فکر نمی کنم برای هر کسی پیش بیاد. بله دیگه. خب ببینم، داشتین از آشناییتون حرف میزدین. آره خب بگید دیگه. خیلی خب بفرمایید.